با درود و محبت بیننده های عزیز تلویزیون آسمان، خوش آمدین در برنامه شهروند با ما زلینا. امروز مهمان خاص داریم از کشور دوست ایران، یک بانوی خوشقلب، زیبا، خوشندام. نام خدا از هر نگاه به مو اصطلاح افغانی که ما میگیم بهترین. تشکر. عزیزان، امی سالون که شما ما را میبینین، ما در هاسرلی هتل باختر کترینگ هستیم که از محترم جاوید جان رحمانی صمیمانه تشکر میکنیم که برنامه امروز ما را اسپانسر شدن. و همچنان اگر شما عزیزان خواسته باشین که هر نوع محافل خوشی و سالگره، هر نوع پارتی که داشته باشین، شما میتونین در سالون بیاین و برنامه هایتان را داشته باشین. خب لیلا جان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. تشکر میکنم. درود بر شما، درود بر تمام بینندگان عزیز، دوستان عزیز. امیدوارم که همه سالم و سرحال و خوشحال باشن. در خدمت شما هستم. سلامت باشین، شما را بسیار خوش آمدید میگیم. همچنان که قراره که میدانیم شما یک خانم دیزاینر هستین، خب میشه راجع به خود کمی بر ما بگین؟ من لیلا مطلق هستم، ودینگ پلانر. حدود 27 سال تجربه کاری دارم در کار ودینگ پلانینگ و عروسی های اینترنشنال انجام میدم توی یوکی، توی ترکیه، توی ایران، توی آلمان، توی هر جایی که عزیزان دوست داشته باشن که جشن عروسی داشته باشن. برای همه تو هر کشوری میتونیم عروسی ها رو انجام بدیم. و یک کمپانی دارم در انگلیس به نام Love and Marriage Wedding Planner و در خدمت همه عزیزان هستم. ممنون. مقصد از Wedding Planner چی؟ شرایطی را شما آماده می سازین؟ وقتی که یه ودینگ میخواد انجام بشه، از A to Z یه عروسی، از تمام اینویتیشن کارت ها، کلاس رقص عروس و داماد، کلاس دنسشون، از قبل از عروسی ما همه این سرویس ها رو براشون انجام میدیم، تا پیدا کردن ونیو، کیترینگ، دکوریشن. مثلا برای عروسی های افغان، چندین و چند بار عروسی های افغان داشتم، باعث افتخارم بوده که با افغان های عزیز کار کردم. عروس داماد های خیلی گلی داشتم، براشون حتی نکاح دکوریشن کردم، براشون سنتر پیس های خیلی خوشگل، عروسی های کالرفول و تمام سرویس هایی که شما فکر میکنین که یه ودینگ احتیاج داره، Love and Marriage میتونه همه رو پروواید کنه. بسیار عالی. خب قراره که ما و شما همه به حساب از رسم رواجه ما تقریبا شبیه هست و باز هم در یگان مراسم عروسی نکاح ما داریم که لباس مختلف می پوشیم یا یگان کلچر مختلف داریم. آیا شما امی شرایط مهیا دارین برای هر مملکتی که باشه، یا مثلا برای ایرانی ها، برای افغانی ها، یا برای پاکستانی ها، با مو شرایط خودشان خواسته باشن شما میتونین آماده داشته باشین؟ بله، هر نوع کلچری که توی کمپانی من میاد، ما تمام سرویسامون رو مچ میکنیم با اون کالچری که به سراغ ما اومده و میخواییم براش ودینگ بگیریم. مثلا برای ودینگ های افغان، دکوریشن هامون از کمپانی های افغان میاد و پروفشنال های خیلی خیلی عالی توی لندن، کمپانی هایی که بسیار بسیار کارشون رو بلدن، کیترینگ های خیلی بزرگ برای ایندین ودینگ، برای عروسی های پاکستانی، برای عروسی های افغان، برای عروسی های انگلیسی، اینترنشنال ودینگ ما انجام میدیم. ولی خب بیشتر الان تمام انرژیمو دارم میذارم غیر از عروسی های ایرانی روی ایژیان ودینگ، برای اینکه خیلی دوست دارم رنگای زیبا، عروسی های کالرفول، دکوریشن های خیلی خوشگل، و خیلی دوست داشتم که عروسی های افغانی انجام بدم، چون قبلا هم انجام دادم، عروسی های هندی انجام بدم. مثلا من داماد داشتم که ایرانی بوده ولی با عروس خانم افغان ازدواج کرده، داماد داشتم که ایرانی بوده، عروس خانم ایندین بوده، داماد پاکستانی داشتم که عروس خانم ایرانی بوده، و این عروسی های میکس رو خیلی زیاد انجام دادم.
ولی خب الان اسپسیفیک دوست دارم که هم عروس هم داماد اگر که افغان باشن یا از یه کالچر دیگه باشن با کمال میل ما تمام سرویس هامون آماده است و میتونیم که به راحتی کل سرویس های یه ایژین ویدینگ رو انجام بدیم. بسیار عالی. نام خدا، چقدر افتخار میکنم که یک بانوی رو در پالی خود دارم که نام خدا مثل ما افغان ها که میگیم مثل یک مرد کار میکنن، در حالی که خانم ها قوی تر است از مرد ها. صد درصد. به نظر من انسان ها توانایی های یکسان دارن، یعنی هر کسی میتونه از درون خودش یا اینکه میتونه کارایی رو بکنه که شاید اصلا فکرش هم نکنه. من خودم یکی از اون آدم ها هستم که هیچ وقت حاروم نمیشینم، همیشه دوست دارم اکتیف باشم، همیشه دوست دارم فعالیت بکنم و این باعث میشه که شما هی به خودتون بیشتر پی ببرین و ببینین که چقدر قدرتمندین، چقدر آدم قوی هستین، میتونین از پس مشکلات بر بیاین، میتونین خیلی کارهایی که فکر میکنین فقط دیگران انجام دادن شما نمیتونین، میبینین ای نه شما هم میتونین انجام بدین، به شرط اینکه خوب فکر کنین، مثبت باشین، آدما رو دوست داشته باشین، به این کائنات عشق بدین و عشق بگیرین، اون وقت اونجوری به نظر من آدما قدرتمند میشن. بسیار خوب. شما از کی به خود این استعداد پیدا کردین که شما میتونین اینقدر یک برنامه های بزرگ مسئولیت شده داشته باشین؟ راستش این چیزهای بعضی از شغلایی که آدم ها دارن یه چیزاییه که اگه فکر میکنین که یه آدمی رو میبینین که موفقه توی اون شغل خودش، به نظر من این یه چیز درونی بوده که اگر برین پیدا بکنین میبینین طرف از بچگیش اینو تو وجود خودش داشته. من یادم میاد 13-14 سالم بود، ولی تو فامیل اگه کسی میخواست عروسی بکنه حتما نظر من راجع به اون نکاح دکوریشنش، راجع به اون گل و سبزه که تو عروسی میخواد بیاد، راجع به این چیزا همیشه نظرمو میپرسیدن، چون آدمی بودم که دوست داشتم. از بچگی واقعا به این چیزا پرداختم، کارهای دستی میکردم، گل درست میکردم و خیلی دوست داشتم دکوریشنو، برای همین این با من بوده. و من زمانی که 24 سالم بود تصمیم گرفتم که این شغلم بشه. در طول این مدت توی این 26-27 سال که من این کار کردم، خب ما بینش کارهای دیگه و فعالیت‌های دیگه هم داشتم، ولی عشقم ویدینگ پلانینگ بوده. بسیار خوب. خب شما گفتین که عشق دیگه هم داشتین، میشه برای ما بگوین که عشق دیگه تان به کدام کارا بود؟ عشق دیگه من راستش تو کار ویدینگ پلانینگ، شما همه اون آرتایی که دوست داری داشته باشی، مثل گل، مثل دکوریشن، دیزاین، همه اینا رو داری. ولی خارج از اینجا من فعالیت داشتم، حدود 10 سال پیش یه آموزشگاه فرهنگی هنری داشتم، یه آموزشگاه موسیقی مهرگان رو تو لندن داشتم، ولی خب بعدش به علت شلوغ شدن کارا خب آموزشگاه رو رها کردم. من موسیقی رو خیلی دوست دارم، من میخونم، من یکی از کوریستای گروه کور بهار هستم و موسیقی گیتار پلی میکنم. واو. البته خب گیتار رو از توی لاکدانا شروع کردم، حدود یک ساله که گیتار میزنم با یکی از اساتید خیلی خوب ایرانی و به نام آقای آروین صحافار که ایشونو خیلی از ایرانی ها میشناسن و فکر کنم از عزیزان افغانمون هم ایشونو میشناسن. و موسیقی و یکی هم که کار رزین میکنم، رزین آرت انجام میدم. رزین یه آرت جدیده تقریبا که آدم ها دارن میشناسن، فرنیچر درست میکنی، ظرف و ظروف درست میکنی، خلاص هر چیزی که به هنر مربوط میشه بهش عشق میبرزم. نام خدا بر شما که استعدادها را دارین. تشکر میکنم. خب شما درباره موسیقی هم گفتین که شما مدت کورس رفتین یا درس موسیقی را گرفتین، آیا آهنگام خواندین یا ای که تنها خواستین یاد بگیرین و ادامه ندادین؟ راستش سالیان سال بود که میخوندم، به صورت حرفه‌ای میخوندم، ولی بعدش دیگه استاپ کردم و کارم اینقدر شلوغ شد که کمتر به خوندن پرداختم. ولی من یه نوه دارم که سپتامبر میره تو 4 سال و پارسال برای تولد 3 سالگیش
یه آهنگ براش خوندم، اسم نوه من آواه و من عاشق نوام هستم و این آهنگی هم که خوندم اسمش آوای منه و الان یه هموطن ایرانی و یه دوست خیلی خوب افغان دارن برای ویدیوی من فعالیت میکنن که به امید خدا زودتر ویدیوی من بیاد بیرون با این آهنگی که خوندم. و کار این آهنگ کار بچه های ایران بوده، آهنگ سازش از ایران بوده، امیر حسین عزیز آهنگش رو ساخته، شاعر خیلی خوبی. من بچه های ایران رو نمیتونم زیاد تو دیتیلشون برم و اسم ببرم، ولی از همینجا از همه اونایی که برای این آهنگ من زحمت کشیدن تشکر میکنم. بسیار عالی. خب شما آهنگای ایرانی خواندین یا افغانی هم همچنان آهنگ دارین؟ راستش من از آهنگای تردیشنال افغانی خیلی خوشم میاد و یه زمانی که میخوندم این آهنگای افغانی را حتما میخوندمشون. من دوتا آهنگ هندی هم یاد گرفته بودم، آهنگ هندی هم میخوندم. اکچولی دوست دارم، یعنی این موزیک کلن وقتی که موسیقی رو دوست داری از هر چیزی که گوش میکنی یه جور به یه نوعی لذت میبری. بله، چند از آهنگای افغانی هم میخوندم. خب لیلا جان، اگر ما از پیش شما خواهش کنیم که یک آهنگ ایرانی و یک آهنگ افغانی زمزمه کنین، امکانش داره؟ راستش الان خیلی آمادگی نیست، ولی چرا نه؟ فکر میکنم من از آهنگای افغانی یه کوچولو میتونم الان یادمه که بخونم، همون زیم 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 که من یادمه قبل از یعنی حدود 42-43 سال پیش یکی از خواننده های افغان اومده بودن توی ایران، نعیم. بله نعیم جان پوپال. بله آقای نعیم اومده بودن ایران و چقدر تو ایران گل کردن و چقدر طرفدار داشتن. بعد این آهنگ زیم زیم رو خونده بودن. من هم این آهنگ رو یک کمی تا نصفش یه چند بیتش رو بلدم که البته الان ببخشید چون که مثلا آمادگی خوندن نداشتم، ولی یه کوچولو زمزمه میکنم. زیم 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 کچکی کچکی ابرو پیش و مشتومه چه کنم افسوس مال مردمه کچکی ابرو پیش و مشتومه چه کنم افسوس مال مردم. زیم 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 زیم. بح بح من دیگه درمیم. چه صدای مقبول داره. تشکر میکنم. بسیار عالی. خیلی ممنون. خب حالا به دوستای ایرانی هم که یک آهنگ برشان یک زمزمه کنیم که باز اونا هم دلشان خوش باشن. حتما. راستش من فکر میکنم که آهنگای جدید ایرانی که خونده میشه بسیار زیباست، ولی همجور که این آهنگ افغان رو خوندم فکر میکنم که از آهنگای قدیمی ایرانی هم، خب البته من خیلی وارد نیستم، منم آماتورم، فقط دوست دارم خوندن، ولی فکر میکنم آهنگای قدیمی ایرانی هم خیلی زیبا هستن. مثلا من فکر میکنم که یکی از آهنگای زیبای خانم گوگوش، خانم گوگوش رو بله فکر میکنم که همه افغانام دوست دارن. صد فیصد. مثلا یکی از آهنگای گوگوش میتونه من آمدم. آره. این آهنگ بسیار شهرت داشت در افغانستان. بله خیلی دوست داشتن این آهنگ رو، طرفدارای زیادی دارن دیگه. من فکر کنم از وسطش بخونم. عشق آمد و خیمه زد به صحرای دلم، عشق آمد و خیمه زد به صحرای دلم، زنجیر وفا فکنده در پای دلم، عشق اگر به فریاد دل ما نرسد، ای وای دلم وای دلم وای دلم، من آمدم وای وای من آمدم، عشق فریاد کند من آمدم که ناز بنیاد کند، من آمدم وای. بسیار عالی. ببخشید دیگه فیل بداره. بدون آمادگی قبلی من از بیننده ها عذرخواهی میکنم اگه صدام خیلی بده. بسیار مقبول بود. بیننده های عزیز، این آهنگ که من شنیدم امیال مرا برده کیف.
تشکر میکنم. و پیش از اینکه ما سوالات داشته باشیم از بانوی عزیز ما لیلا جان که در پالی از اینکه دیزاینر هستن، نام خدا امی که ما گفتم همه کاره هستن، براتون معلومات میدیم. خب پس میریم به سراغ لیلا جان که نام خدا چی یک صدای معقول دارن، چقدر خوش سلیقه هستن، و بیاین که بپرسیم شما غیر از اینکه دیزاینر هستین آهنگ میخوانین، آیا آرایشگرم هستین یا نه؟ بله، سالیان پیش، فکر کنم حدود 15 سال پیش، من مدرک آرایشگری هم گرفتم و یه مدتی هم کار کردم، ولی بعد دیگه رهاش کردم. برای اینکه آدم ها توی مقطعی از زندگی شاید برن یه کارهایی انجام بدن، یه چیزایی یاد بگیرن فقط برای همون مقطع، ولی بعدش دیگه اونو رها میکنن میرن کارهای بزرگتر انجام میدن. ما بین این دورانی رو که من در غربت طی کردم، فکر میکنم که اولاش لازم بود، چون میدونین که آدم موقعی که مهاجرت میکنه از کشور خودش به یک کشور دیگه میره، زمان میبره تا اینکه زبان اون کشور رو وارد بشه، قانون اون کشور رو وارد بشه، تا اینکه بتونه یه بیزنس درستی رو پایه‌گذاری بکنه. برای همین تو همون سالهای اول که من داشتم خودم رو میساختم، به کار آرایشگری هم پرداختم. بله. پس برنامه هایی که شما دارین ضرورت ندارین که آرایشگر کنین، خودتان میتونین خود آرایش بکنین. راستش نه، به خاطر اینکه من حرف آرایش شد و دوست دارم که از سمیرای عزیز، میکاپ آرتیست خیلی خوب افغان و پرفکت، یعنی من فکر میکنم که سمیرا یکی از بهترین میکاپ آرتیستای افغان هستش، چون که سمیرا در درجه اول اخلاق خیلی خوب داره، خیلی مهربونه، خیلی همراهه، و اینکه کار سمیرا امروز رو صورت و موهای منه، من خیلی هپی بودم باهاش، به من خیلی لطف کرده و من سمیرا رو واقعا دوست دارم و همیشه ریکامندش میکنم که عروسای عزیز، سمیرا پرفکت تو میکاپ و هراب. البته من میکاپ آرتیست ایرانی آزاده رو دارم و سمیرا و آزاده در کنار هم دیگه برای ایژین ودینگ، ایرانیان ودینگ پرفکتن، چون که من توی کمپانی لاو اند مریج که دارم از چندین میکاپ آرتیست، چندین نفر برای کیک، فلوریستای مختلف استفاده میکنم و انتخاب رو میذارم برای عروس دامادا. سمیرا یکی از بهترین های من هستش و من از اینجا به خاطر میکاپ زیبا و حراق زیبام میخوام از سمیرا تشکر کنم. سلامت باشین، امیدوار هستم که سمیرا جان ببینن این برنامه را و بشنون. تشکر لیلا جان از اینکه از سمیرا جانم بسیار یاد کردین، از هموطن خود ما واقعا که قابل افتخار هستن. و همچنان شما برنامه هایی که میخواین داشته باشین، آیا با کدام هتل و رستوران قرارداد دارین، یا ای که خودتان راستن میرین با یک هتل صحبت میکنین و برنامه هایتان میگیرین؟ معمولا برای عروسی ها من با هتل های مختلف قرارداد دارم و صحبت میکنم، ولی اسپسیفیک مخصوص با استرلی پارک هتل کار میکنم که امروز اسپانسر برنامه ما شدن و من از مدیر این هتل آقای جاوید رحمانی به صورت خیلی مخصوص تشکر میکنم و میخوام به تمام دوستان اعلام بکنم که من ودینگ پلانر استرلی پارک هتل هم هستم. جشنای ایرانی، جشنای افغانی و هر نوع ودینگی که اینجا بیاد، اگه دوستان علاقه من باشن، من میتونم ودینگشون رو پلان بکنم. و این کمپانی، یعنی کمپانی که آقای جاوید رحمانی دارن، تمام دکوریشن های ایژین ودینگ رو خودشون پروواید میکنن. اکچولی من فکر میکنم که کارشون خیلی خوبه. اینجا استرلی پارک قبلا این شکلی نبود، ریفربیش شده، کلی در دوران کرونا اینجا فعالیت شده و سالن‌های خیلی خوشگل، کپاسیتی اینجا 650 تا آدم در حالای مختلف، رومای مختلف، و خیلی راحت، چون که کارچر ما و افغانای عزیز، حتی پاکستانیا و ایندیانا سامتایمز دوست دارن که خانوما از آقایون جدا باشن، اینجا ما این امکانات رو توی استرلی پارک هتل داریم که بتونیم خانوما رو جدا سرو کنیم، پذیرایی بکنیم، آقایون رو جدا سرو بکنیم، پذیرایی بکنیم، بوفه های مختلف براشون بذاریم، و انقدر تنوع
در استرلی هست برای دکوریشن، برای اینکه همه چیز با بست کوالیتی سیلک فلاور فرش فلاور. من بیشتر یعنی اوردرای فرش فلاورای استرلی رو هم به عنوان فلوریست با تیمم انجام میدیم و خیلی خوشحال میشم که بتونم بیشتر و بیشتر عروسی‌های افغان، عروسی‌های پاکستانی، هندی، ترکی، انگلیسی و هر کالچری که شما بگین رو با دل و جون در استرلی در خدمتتون هستیم. ولی خب بازم از وسایل دکوریشن استرلی میتونیم استفاده بکنیم، از کیترینگ استرلی میتونیم استفاده بکنیم برای عروسی‌های افغانمون و در هتل‌های دیگه از شما پذیرایی بکنیم. ولی anyway اینجا آماده است برای عزیزانی که دوست دارن یه عروسی خوشگل داشته باشن. واقعا شما معلوماتی که دادین در پالی ازی که دوستان میتونن اینجا بیان محفل خوشی و عروسی رو داشته باشن. استرلی دارای اتاق‌های همچنان برای مسافر است، اتاق‌های دبل روم و سینگل روم. اگر کسانی که گست دارن، مهمونایشان از خارج لندن تشریف میارن، بسیار با آسانی میتونن که اینجا اتاق داشته باشن و شب خود را تیر کنن. خب برای شما عروسی‌های کدام از کشور برتون مشکل تمام میشه، یعنی وقتی که میخواین دکوریشن کنین، یا ای که همه برای شما اتر مشکل نداره؟ راستش مشکل نه. اگه یه کمپانی که دکوریشن های ایرانی میکنه یا اروپایی میکنه و به کالچر بقیه کشورها، مثلا ایندیان ودینگ، خب ایندیان ودینگ، افغان ودینگ، اینا همه یه چیزای تردیشنال، چیزای سنتی، دکوریشن سنتی خودشونو دارن. بنابراین من برای اینکه کارم سخت نشه، برای هر کالچری با کمپانی‌های مخصوص خود اون کشور کار میکنم و تیم من کار خودشون خوب بلدن، ایزی میان ودینگ و دیزاین میکنن بدون اینکه مشکلی داشته باشیم. بسیار. خدا رو شکر. بله، تجربه زیاد حاصل کردین. خب شما در وقتی که مثلا عروسی یک افغان میخوان، از شما اگر بگن که برای ما لباس هم تهیه کنین، کیک هم تهیه کنین، خینه رو هم تهیه کنین، یعنی تمام چیزا رو شما مسئولیت میگیرین که لباس عروس و داماد همه چیزا برشان ارگانایز کنین؟ 100%. مخصوصا اون، من عروس افغان داشتم و خیلی خیلی خوشگل بوده. قبل از اینکه اون لباس زیبای سفید عروسی رو تنشون بکنن، یه لباس سبز خیلی زیبا عروس خانم تنشون میکنن و با یه مراسم، یه آهنگ آروم خیلی رمانتیک افغانی وارد میشن. این مراسم من تو لندمارک هتل و چندین هتل دیگه داشتم، توی استرلی داشتم، عروس دامادای افغان داشتم که واقعا خیلی خیلی خوب بود عروسی‌هاشون. من این کالچر افغان رو برای عروسی‌ها خیلی دوست دارم. آره واقعا خیلی خیلی خوب. و ما وقتی که شب خینه داریم و در شب خینه اکثرا لباس محلی وطن هم میپوشیم. بله. لباس افغانی. بله. شرایط هم شما دارید؟ بله بله بله. معمولا همه این دکوریشن ها و همه چیزهایی که برای عروسی های افغان لازمه، من چون که با دوستان عزیز افغانی کار میکنم، اونا همه افغان هستن، کمپانی های خیلی خوب دارن، دونه دونه با این کمپانی ها در ارتباط هستم و ازشون سرویس های خیلی خوب میگیرم با خیال راحت. صد نام خدا. عزیزان، تا آله که شما برنامه ما را تعقیب میکنین، شما از بانو لیلا جان اگر شناخت دارین خوب، اگر کسانی که تازه امرایشان آشنایی پیدا میکنین، مخصوصا کسانی که در انگلستان، در لندن هستن، اگر شما عروسی داشته باشین، شب نکاح، حنا، خینه، میتونین که لیلا جان امرایش تماس بگیرین. اما چطور شما رو پیدا کنیم؟ راستش عزیزان میتونن منو از طریق وبسایتم که فکر میکنم در آخر این اینترویو حتما زیرنویس میشه، فیسبوکم و پیج اینستاگرامم میتونن منو پیدا بکنن. شماره آفیس من لند لاین و موبایل نامبر دارم که همه رو در اختیار عزیزان قرار میدم و باعث افتخارمه که بگم که بی صبرانه منتظر تمام دوستان افغان هستم و خیلی دوست دارم که باهاتون صحبت بکنم، میتینگ بذارم، عروس دامادا رو ببینم و اونجوری که شما دوست دارین عروسیاتون رو پلان بکنم. این باعث افتخار منه و اینکه من در ترکیه هم میتونم عروسی بگیرم. دوستان عزیز افغان، اگه دوست دارین که عروسی های خیلی زیبا تو هتل های لاکچری آنتالیا داشته باشین که میدونم خیلی دوست دارین، ما در ترکیه هم به شما سرویس میدیم و
میتونم بهترین و زیباترین عروسیایی که شما فکر میکنین، یه عروسیای خیلی رمانتیک رو توی ترکیه آنتالیا براشون پلان کنم. من از همینجا آرزو میکنم برای همه عزیزان و همه دنیا که این ویروس کرونا زودتر از همه جا پاک بشه، همه چی بک تو نرمال بشه و آدما سلامتیاشون رو به دست بیارن، اونایی که مریض هستن، و همه دنیا دوباره به آرامش و وضعیت نرمال برسه، ما برای شما عروسیای خوشگل بگیریم و لذتشو ببریم. امیدوار هستم که کرونا هر چی زودتر به خیر دوباره از این دنیا بروه و ما همه زندگی راحت خدا دوباره به دست بیاریم. و جهان سپاس از اینکه شما دعوت ما را قبول کردین. تشکر از شما. امیدوار هستم که همیشه عمت موفق باشین. و همچنان عزیزان، شما اگر علاقه گرفتین میتونین که نمبر ما در آخر برنامه، نمبر تماس، تلفن، آدرس لیلا جانم میگذاریم، شما تا آخر برنامه را ببینین که نمبر تماس را داشته باشین. و همچنان از مزار شیریخ تشکری میکنیم. شما عزیزان در سر میز میبینین که بر ما شیریخ های وطن تهیه کردن که واقعا مزدار است. اگر خواسته باشین شما همچنان در هاسترلی هتل بیاین و از این شیریخ های مزدار هم نوش جان کنین. خب لیلا جان، اگر پیام باز هم برای دوستان داشته باشین میتونین که برشان تقدیم کنین. من از همینجا تشکر میکنم از شما به خاطر وقتی که در اختیار من گذاشتین. باعث افتخارم بود که بتونم یه اینترویو با تلویزیون افغان داشته باشم. تشکر میکنم از تلویزیون افغان آسمان و که این فرصت رو به من دادن که من بتونم با همه دوستان صحبت بکنم و اون کسایی که من نمیشناسن منو بیشتر بشناسن. واقعا تشکر میکنم، سپاسگزارم. و فقط میخوام یه مسیج بدم برای همه آدما، اینکه تو زندگیتون هیچ وقت امیدتون از دست ندین، خوشحال باشین، عشق بورزین و بدونین که آینده روشنی در انتظار همه آدما هست اگر که بخواین و تلاش بکنین. سلامت باشین. و همچنان من خودم افتخار میکنم که یک بانوی قهرمان در پولی خود دارم و تشکر از اینکه دعوت ما را قبول کردین. همیشه موفقیت های بیشتر برتان میخوایم. ممنون از لطف شما، تشکر میکنم. و در اخیر باز هم از آسترلی هتل، مخصوصا از محترم جاوید جان رحمانی که چندین بار است که برنامه ما را اسپانسر شدن، تشکری میکنم و امیدوار هستم که در آینده باز هم اسپانسر برنامه های ما باشند. عزیزان، امیدوار هستم که شما هم از برنامه امروز ما لذت برده باشین و همچنان کسانی که عروسی و برنامه هایتان داشته باشین فراموش نکنین که امرای لیلا جان خانم تماس بگیرین. در هر جایی که هستین خوش و آرام باشین. تا برنامه های آینده همتان را به خداوند یکتا می سپاریم. شب روزتان خوش.